سلام به همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. من شهاب هستم و با یک ویدیوی جذاب دیگه از هویج در خدمتتون هستیم. میدونین کدوم کشورها بیشترین میزان جرم و جنایت رو دارن؟ طبق پایگاه داده جهانی در اوایل 2022 سه کشور ونزوئلا، گینه نو و افغانستان بالاتر از همه قرار گرفتن. البته تو بقیه کشورها هم مشکلای این شکلی وجود داره، برای همین سلاح‌های غیرکشنده دفاع شخصی میتونه خیلی مورد استقبال قرار بگیره که ساده و ارزون و به درد بخور باشن. هفتیرای گلک اولین بار در سال 1988 معرفی شدن و هنوزم تولید میشن و این اسلحه بین افسرای مجری قانون خیلی طرفدار داره. امروزه به خاطر تکنولوژی مدرن تقریبا هر کی میتونه با کمک پرینتر سه‌بعدی هفتیر خودشو بسازه و ایراداتشو هم اصلاح کنه. این هفتیر که میبینید اسمش بانانا استاندارده که چیزایی مثل قابش جدا پرینت شده. تفنگایی هم هستن که تقریبا به طور کامل با قطعه‌های چاپی مونتاژ میشن. سازنده‌هاش میگن که این مدل سفید بیشتر از 200 شلیک و مدل زردش 100 شلیک رو تحمل میکنه. البته بعضی از این آزمایشا خیلی خطرناکن و سازنده‌هاش هشدار دادن که بیننده‌ها مراقب باشن و این فایل‌ها رو برای چاپ به اشتراک نگذارن. سلاح بعدی چاقویه که توسط سگک کمربند گذاشته شده. دسته راحت، تاشو و یک دست داره. یک قفل کوچیک روی سر جاش محکم نگهش میداره، ولی با یه حرکت ساده میشه درش رو برد. طراحی جذابی هم داره که میشه اونو هر جایی با خودمون ببریم و تو پارتی یا حتی مراسم‌های رسمی. با دادن $30 و خرید این گجت میشه دستبند رو از دست باز کرد، چون اره الماسی تو پوشش پلاستیکی داره و زیپای لاستیکی گرفته تا قلابای فولادی تقریبا هر چیزی رو میتونه ببره. وزنش حدود 4 گرم و اندازش حدود 7.5 سانتی متر و خیلی راحت میشه زیر لباس یا توی کیف قایمش کرد. وسیله یه که میتونه ابزار نجات جون مأمور مخفیا، غیر نظامی های مسافر به منطقه های در حال جنگ یا هر کسی که زندگیش بستگی به فرار سریع از حبس غیر قانونی داره باشه. این یه تبر تاشوئه که دستساز یه صنعتگر استرالیاییه. این تبر تاشو رو میشه خیلی راحت با یه دست باز کرد. از پلاستیک ساخته شده ولی مطمئناً فلزیش طرفدارای بیشتری داره. آتش نشانا، نیروهای امداد و نجات و پلیس یکی از اینا رو دوست دارن که داشته باشن و بخرن. این سلاح که گلوله های اسپری فلفل شلیک میکنه توی خشابش 6 گلوله جا میشه. از فشنگ های استاندارد CO2، 8.5 و 11 گرمی استفاده میشه و برد شلیکش هم 13 تا 18 متر و قیمتش حدود $100. اینم یه اسپری فلفل پیشرفته است که قیمتش $150 و بردش 7 متره و شرایط آب و هوایی تو کارش تأثیری نداره و جای 4 تا فشنگه. هر فشنگ ترکیبای خاصی داره که مهاجم رو بدون آسیب جدی دور نگه میداره. مواد اصلیش فلز و پلاستیکه و بعضی مدلاش نور لیزری داره و وزنش هم 340 گرم و ابعادش 17 در 58 سانتی متره. باورتون میشه که این چراغ قوه هم برای دفاع شخصی استفاده میشه؟ اگه چشاتون به نور حساسه بهتره این قسمت از ویدیو رو بزنی جلو. صاحبای این گجت اسمشو دزلر گذاشتن و میگن اونقدر قویه که کوری موقت ایجاد میکنه و فلشش باعث گیجی و استرس میشه. وزنش حدود 85 گرمه، کاملا تو دست جا میشه و اصلا شبیه اسلحه نیست و یک چراغ قوه با آیکونای اضافه است. باتری قوی داره که 3 ساعت مدام میتونه دووم بیاره و تو هر ثانیه 15 فلش میزنه. تنها مشکلش اینه که تو روز تقریبا هیچ فایده ای نداره و فقط تو فضاهای بسته مثل مترو به درد میخوره و قیمتش هم $50. سلاح بعدیمون یک کپی مینیاتوری از گلاک 17. کاری که این سلاح‌های کوچیک بستگی به قیمت و ساختش داره. بعضی مدلاش قابلیت اتصال خشاب و گلوله هم دارن ولی معمولاً نمیتونن شلیک کنن. مدل‌های خیلی گرونش هم وجود داره. قیمت‌ها از $8.5 شروع میشه ولی این مدل 8 سانتی متری و 10 قطعه داره و هدیه بعدی برای علاقه‌مندان تفنگ نیست.
این چاقو یک خاصیت منحصر به فرد داره و اینم اینه که میشه باهاش حمله الکتریکی کرد و در واقع یک شوکره. فقط سازنده‌هاش طرح غیر عادی براش انتخاب کردن. طرز استفادهش خیلی راحته و فقط باید تیغش رو به مزاحم زد تا دیگه نتونه جام بخوره. یه کار دیگه که میکنه اینه که صدای غیر عادی میده که طرفو میترسونه و دیگه کتککاری نمیکنه. راستی یه جفت دیود هم داره که میشه به جای چراغ و ازش استفاده کرد. کابل شارژ و جلد چرمی هم داره و قیمتش هم 90 دلاره. اسم این چاقوها کارامبیته و از دستگیره برعکسشون میشه تشخیصشون داد و میگن که از سوماترای غربی اومدن و شبیه پنجه های ببره. مدلی که داریم میبینین به چند دلیل خیلی جالبه. اول اینکه جو کاسول طراحیش کرده که یکی از طراحا و مبتکرای معروف چاقوه. دوم اینکه تکنولوژی منحصر به فرد و سینماتیک حملش رو ایمن راحت کرده و در این حال میشه با انگشت شست سری بازش کرد. وزنش 170 گرمه و قیمتش هم 200 دلاره و گارانتی مادام العمر داره. اینجا دستکش‌های حرفه‌ای داریم که خیلی به درد موتورسوارا و علاقه‌مندای تناسب اندام، دوچرخه سوارا و اونایی که میخوان از خودشون دفاع کنن میخوره. آلیاژ فولاد تو این دستکش‌ها گذاشته شده، پوشش سیلیکونی ضد لغزش کف دست داره و همچنین پارچه قابل تنفس داره. موقع موتورسواری یا دوچرخه سواری بازوامون کمتر خسته میشن. دستکش‌ها مدل کلاسیک و بی انگشت هم داره تا راحت بشه از موبایل استفاده کرد. فروشنده این خودکار حرفه‌ای ادعا می‌کنه که باید همه جا همراهمون باشه. این گجت ترکیبی از شیشه شکن، چراغ قوه، چاقو و خودکاره. وزن این ابزار چند منظوره کوچیک حدود 45 گرمه و این مدل تیغ جراحی شماره 11 استفاده میشه که خیلی راحت میشه اونو خرید و عوضش کرد. باتری قابل شارژش 15 ساعت دوام میاره و حالت‌های مختلف نور برای بهتر دیده شدن داره. قیمتش هم حدود 30 دلاره. این سلاحی که میبینین نسخه اصلاح شده ی پلاک های شناسایی نظامیه، ولی امروزه این مدلش هم وجود داره. با 85 دلار میشه صاحب این پلاک شد و به اندازه یک کلید و یک تیغه متحرک 2.5 سانتیمتری داخلش وجود داره. وزن این گجت کمتر از 56 گرمه و اونو تبدیل به سبکترین چاقوی فولادی حرفه‌ای دوی دنیا کرده. سازنده‌هاش میگن که گارانتی مادام العمر داره و اگه چیزی شکست میتونیم پسش بدیم و یه دونه مجانیشو بگیریم. بعضی از سایت‌ها حتی اونا رو جز وسایل کمپ و کوهنوردی گذاشتن. ویژگی اصلیشون همه کاره و جمع جور بودنشه و چیزایی مثل سوت، قطب نما، شیشه شکن و ساعت داره. به درد کارهای جور و جوری میخوره، از عوض کردن بند کفش خراب شده گرفته تا طناب مخصوص چادر. چاقو و غلاف رو میشه جداگونه به عنوان جاکلیدی استفاده کرد. این مدل رنگ‌های مختلفی داره و رنج قیمتش هم بین 7 تا 11 دلار. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.